ذهنم خیلی سریه. خب همه این چیزایی که میخوام انجام بدم، همه چیزایی که تو لیستم دارم، تو مغزمه، تمام این ایده ها برای شرکتم، آهنگام و هنرمندایی که باشون کار میکنم، اسکانک مثل یه وزنه بود روی همه این آرزوام. من تقریبا تمام عمرم رو دوربر علف بودم و مادرم توی خونه میکشیدن، واسه همین خلاف به حساب نمیومد. بیشتر در مورد فرهنگ، سنت و معنویات بود. وقتی استایل گرانگ ترکوند و جا افتاد، همه علف میزدن. اینجور به نظر میومد که به خلاقیتمون کمک میکرد. اسکانک مود شده بود، تو اون مقطع زمانی حال میداد، انگار که همه سوالامون رو جواب میداد. شاید ما متوجه اثراتی که رومون داشت نبودیم، یا حداقل اثراتی که روی من داشت. به جای راه حل و کمک، تبدیل به مشکل شد. من همیشه رابطه نزدیکی با خانوادم داشتم و خونمون همیشه پاتوق بود واسه کار رو موزیک گرایم. خانوادم شاهد بودن که من چیا کشیدم به خاطر اسکان. متوجه تغییری تو من شدید وقتی اسکان رو شروع کردم؟ طرز برخوردت عوض شده بود. دیگه بعد از یه مدتی نفرت انگیز شده بودی. دوستات هم همینطور، حتی با خودتون. برای اینکه همه تون یه چیز میزنید. وقتی اولین بار اسکانک رو دیدم، بوش کردم، به خودم گفتم این دیگه چیه؟ باشم نایمد ازم، نگران شدم، مسلماً تحقیقات کردم، فهمیدم تو این خونه ها زیر نورای مصنوعی با سیستم هایدریشن مواد شیمیایی به خودش میده. 10 برابر قوی تر از علف معمولی یا طبیعی بود. خب، واسه همین مردم بکنم. That's why people have a breakdown. There's a chemical. تو اسکانک یه ماده شیمیایی هست به اسم آره، همراز روی اسکان میتونه ببرد توی جای تاری. اینجور آدم ها احتیاج به کمک دارن که ازش در بیان. این که ولش میکنیم تو فضای تاری که خودشون باشن اصلا خوب نیست. بحثای زیادی در مورد علف و امراض روحی میشه، اما من متوجه شدم اسکانک مشکل اصلیه. اما بین اسکانک و علفی که پدر مادرم میکشیدن چه فرقی هست؟ من با جونز که دانشمند هست ملاقات میکنم. اون متخصص ایمنی مواد هست که میتونه در مورد اثرات اسکانک روی مغزمون بهمون بگه. چه فرقی بین علف و اسکانک هست؟ جات های اسکانک مقدار THC خیلی بالایی دارن. THC ماده ایست که باعث میشه های بشی. چیزی که در اسکانک مقدارش کمه کانابادال یا CBD است. این CBD تأثیر زیاد روانپریشی داره. پس وقتی یک نژادی داری که نسبت THC و CBDش متوازنه و CBD تأثیر متعادل کننده داره و باعث میشه بیش از اندازه های نشه، احتمال پارانویی شدن رو هم کمتر میکنه. خب نژاد هایی که در هوای آزاد رشد میکنن 4-5% THC دارن و 1-2% هم CBD. اما در اثر پرورش مداوم مقدار THC رسیده به 10-15-20%، اما هنوز همون 1-2% CBD رو دارن. پس میبینی که THC 5 برابر قوی تر شده، اما مقدار CBD تغییر نکرد. مشکلات از اینجاست که شروع میکنه. That's where we think the sort of problems are starting to arise. یه سوال برام هست که میتونیم CBD رو با THC توی جوینت بالانسشون کنیم؟ که میتونی بکنی اینه که CBD خالص بخری، کمتر شبیه کریستاله، بیشتر شبیه وکس هست. اونو به جوینتت اضافه کن و های شدنت رو متعادل میکن. درصد روانپریشی رو هم پایین میاره، زیاد احساس آرامش بهشون داره، خیلی معتدل. از CBD به تنهایی اثر روانپریشی نمیذاره؟ نه، از مشکلات روانی ایجاد نمیکنه، در اصل کمش میکنه. آره همینطوره، به نظر هیچ رابطه ای بینشون نیست. من سعی کردم ترک کنم، حتی واسه 1 سال نکشیدم. خوشبختانه کار موزیکم با فنا ندادم. وقتی به گذشته نگاه میکنم، یاد کسایی میفتم که اسکانک براشون واقعا مشکل ایجاد کرد. سابزی یکی از کسایی که گرایم کار میکنه. اون در مورد مشکلات رویی که به خاطر اسکانک داشت خیلی باز و اوپنه، ولی هیچ وقت باهاش در مورد جزئیات صحبت نکردم. کی شروع کردی به کشیدن؟
از 14 سالگی، از همون نوجوانی دیوونم کرد. اون زمانا چه علفایی بود؟ چی زمنجی ها علفای قوی داداش. کی متوجه شدی که اوه این علفه خیلی قویه؟ میدونی وقتی رفتم پیش روانپزشک گفتم ببین من فکر نمی‌کنم این نورمال باشه که خوابم نمیبره، این فقط یه مثاله که آدم چجوری دیوونه میشه. گرفتی منو؟ پارانویا داشتم از اینجور چیزای گو. تو خیابون احساس میکردم باید از کنار بطری رو زمین رد شم. نگران بودم که با یه ماشین بخوام بهم حمله کنن. همیشه با شورتک و شمشیر سامورایی رو سقف خونم بودم. میگیری چی میگم؟ پنج بار از زود بمیرم. یه چشمو از دست دادم لعنتی. گرفتی؟ بیا رفیق بیا یه تیکه چش کوچولو واسه شما. تو مدرسه بمونید لعنتی ها. تا حالا اصطلاح روانپزشکی به گوشت خورده؟ آره، وقتی 16-17 ساله بودم دکتر نشست کنارم گفت این مشکل رو دارم. وقتی اسکانک میکشی به خلاقیتت کمک میکنه؟ فکر میکردم که کرده، اما در واقع وقتی نمیکشم یه جا میشینم موزیک بهتری درست میکنه. موزیک منو عاقل و سالم نگه میداره. میدونی چی میگم؟ به علف وابسته بودم، اما در واقع این موزیک است که بیشتر بهش احتیاج دارم. رابطه بیماری روانی و علف همیشه یه مسئله جنجالی بوده. بعد از صحبت با سابزی به نظر میاد بین روان پریشی و مصرف بالای اسکانک یه رابطه‌ای هست. اسکانک با علفی که پدر مادر من می‌کشیدن خیلی فرق داره. اما واقعا چجوری اسکانک روش می‌کنه؟ ساقی‌ها از مضراتش خبر دارن؟ مرسی که اومدی داداش. من دو ساله که علف میکارم، خب برای اینکه حقیقتش پول تو اسکانک هست. اگه میشه یکم از فرق بین علفی که توی هوای آزاد روش میکنه و چیزی که تو میکاری بگو برام. من شرایط هوای آزاد رو شبیه سازی میکنم. روزی 12 ساعت نور مصنوعی، 12 ساعت خاموشی واسه 2 هفته اول، یه جورایی شرایط طبیعی رو تحمیل میکنم. غذای مخصوص بهشون میدم بنابراین تغذیتشون میکنم که در واقع از لحاظ ژنتیکی اصلاحش میکنی. آره میدونی چی میگم، یه جورایی آره. من خودم علف نمیزنم. وقتی بچه ها دوروبرتن باید براشون نمونه باشی. درصد بالای THC داره، مقدار کمی CBD، چون چیزی که من فهمیدم اینه که THC ماده یکی آدمو های میکنه. آره و وقتی THC بالاست و CBD کمه انسان دچار روانپریشی میشه، درسته؟ میفهمم که روانپریشی ارتباط داره. تعهد اخلاقی یا مسئولیتی دارم یا ندارم نمیدونم، شاید به نظر یکم خشن باشه، سرد و زننده میدونی. بکنم بستگی رو چقدر حساس باشی بش. دوراست باشم باد، خب اونقدر از وجدان ندارم. فکر نمی کنم زندگی کسی رو دارم خراب میکنم. شاید زندگی کسی رو خراب نمیکنه، اما آدمای دور و بر من دوران سختی رو با اسکان گذروندن. منو به فکر وامی داره که صنعت موزیک چه کاری برای آموزش هنرمنده جوان میتونه انجام بده. مت تامس طرف تاریک صنعت موزیک رو دیده. اون متعهد شده تو صنعت موزیک به آدمایی که به خاطر سوء مصرف مواد دچار بیماری روحی روانی شدن کمک کنه. من قبلا تو کار موزیک و استودیو بودم. با استودیوهای بزرگی مثل یونیورسال و وارنر برادرز کار کرد. من شدیداً از اعتیاد بیماری روحی روانی رنج می‌بردم، چون صنعت موزیک محیط اعتیاد و فراهم کلی نوشیدنی الکلی است. کلی مواد دور و بر است. چه پشت صحنه باشی، بین جمعیت، یا حتی تو دفتر استودیو هم باشی. آره. خوب می‌کنی، می‌دونی؟ آره. قضیه این نیست که بخوایم بگیم کسی علف نکشه و علف چیز بدیه. می‌خوایم ببینیم کسای دیگه هم هستن که با این مشکلات دست و پنجه نرم می‌کنن و آیا احتیاج به کمک دارن یا آیا احتیاج به کسی که باش حرف بزنن. چون احساس می‌کنم کسی به این موضوع نمی‌پردازه. جمعای مردمی میتونه کمک کنه. آره جمعای مردمی 100% میتونه کمک کنه. بعضی وقتا آدم ها یکی میخوام بهشون بگه آره منم اینجام، برای منم این اتفاق افتاده. دقیقاً من اینجام، ببینید من. آره بعضی وقتا صنعت موزیک میتونه مشکلات مربوط به مواد رو ایجاد کنه، اما همچنین موزیک و خلاقیت میتونه به آدما کمک کنه که اعتیاد رو شکست بدن. این مهمه که جوانای با استعداد تو دام مصرف اسکانک نیفتن و اشتیاقشون رو برای خلق یه اثر هنری از دست ندن. رو متریال یه جامعه خیریه تو جنوب لندنه که از طریق موزیک از آدمایی که از مشکلات روحی روانی به دلیل سوء مصرف مواد مخدر رنج میبرن حمایت میکنه. سلام، حالت خوبه؟ من ایندی هستم. از دیدنت خوشحالم. بیا تو. This is our live room where young people kind of collaborate, write songs together. So then we've got a top floor.
which is DJing and production up here. Oh, عالیه. اینجا معمولا با چه جور چیزایی مواجه میشی؟ واقعا متفاوته، چون بعضی از جوانای ما در بیمارستانن. اینا حالشون خوب نیست. اغلب جوانای دیگه هم که میان ممکنه پذیرش بیمارستان داشته باشن برای یک یا دو سال. آدمایی که به خاطر مشکلات روحی پذیرفتین همه به خاطر اسکانک اینجا؟ وقتی با جوونا صحبت میکنی 9 نفر از 10 نفر اسکانک این کارو باشون کرده. برای بعضی جوونا جینت داشتن مشکلی نیست. مغزشون کار میکنه و براشون کوله. اما برای خیلی جوانایی که ما باهاشون کار میکنیم، وقتی اسکانک قوی میکشن و این استرس هایی که تو زندگی فرد جوان در حال رشد وجود داره، میتونه اثرات زیان‌آوری تو وضعیت روحیشون داشته باشه که برای هفته ها و ماه ها درگیر بیمارستان باشن. دور و بر رو نگاه میکنی شبیه کالج موسیقی هست. میدونی چی میگم؟ خیلی خوب کنار هم چیده شده. وقتی درباره موزیک صحبت میکنی و اینکه چقدر سری روی جوان تاثیر داره، بهترین مثالی که میتونم بزنم مثل شنیدن صداست. خیلی از جوانا تو مغزشون صدا میشنون و خیلی وقتا موزیک میتونه حواسشون رو پرت کنه. پس ممکنه با خودشون حرف بزنن. وقتی این صدا براشون آزاردهنده تر میشه، اون وقت میتونی مداخله کنی و اونا رو درگیر موزیک ساختن و ترانه نوشتن بکنی. و این تمرکز به وجود میاره و باعث میشه صدا کمتر بشن. کسی از این جواناتون هست که بشه باش صحبت کرد؟ آره، دی طبقه پایینه، خیلی دوست داره ببینت. سلام، سلام داداش. سلام. از دیدنت خوشحالم. آهنگت منو گره. خودت هم راضی بودی؟ آره آره، لذت بردم. میشه از داستانت برامون بگی و اینکه مؤسسه چجوری بهت تونسته کمک بکنه؟ قبلا تو خیابون بودم، اینجور چیزا، کار احمقان انجام دادن. مادرم فوت کرد، تو همون هفته پسرمون فوت کرد، رفیقم هم تو همون هفته مرد. همه این چیزا رو مخم بود و عملکرد مغزم ضعیف شده بود. اون وقت تو علف هم میزدی؟ آره میزدم، اسکانگ بود. به هم آرامش میداد، اما همینجور هم میریختم به هم. من به خاطر استرس‌های زندگیم کشیدم. یه چیزای پیش اومد، دستگیر شدم. بعد گفتم به محل نگهداری بیماران روانی باید برم. برای من مثل 7 ماه گذشت. اما به هم گفتن 4 ماه بود. اولش که رفتم اونجا همش عصبانی بودم و این حرفا. با کسی حرف نمی‌زدم. بعد یه مدت اینجا اومدم و تو استودیو بودن آرومم کرد، ریلکسم میکنه. احساس میکنم بعضی وقتا میتونم تو فاز و محدوده خودم باشم و میدونی استرس رو میریزه بیرون. آره، از کشیدنش اولش احساس میکنی همه فشارها رو از رود برداشته، اما تو طولانی مدت همه این فشارها برمیگرد. میدونی دیگه، همه دوستانم بگن رفت زدن کوله، ضرر نداره، خاصیت داره، علف بابا، فقط یه گیاه دیگه. خیلی چیزا اضافه شده، مواد شیمیایی، علف های آزمایشگاه شیمیایی واقعا کشنده هستن. نمیخوام موعظه کنم، من ضد علف نیستم، هنوزم میکشم و هنوزم باور دارم میشه رابطه مثبتی با علف برقرار کرد، مثل پدر مادرم. هرچند اسکانک فرق میکنه و واضحه که برای جوانایی که مغزشون کاملا رشد نکرده مشکل ایجاد میکنه، بدون اینکه بدونن چیکار داره باهاشون میکنه. اسکانک برای همه نیست، اثرش روی هر کسی فرق داره. به عنوان هنرمند ناراحت میشم ببینم هنرمندا حرفه‌شون رو ول میکنن به خاطر مشکلی که خودشون نمیدونن چیه. و اینکه ما چیکار میتونیم بکنیم؟ باید معلوماتمون رو بالا ببریم. همه علف ها مثل هم نیستن و هر علفی برای همه نیست. از همه مهمتر، در شرایط سخت باید همدیگر رو ساپورت کنیم. اون وقت هممون برنده ایم. به قول مادر بزرگم، حقیقت رو بگو، شیطان رو سرافکنده کن. Thank you.